کامیون ولوای افهاش جدید طراحی خیلی جالبی پیدا کرده. البته این نمونه برقی خودروه که یه موتور الکتریکی داره که میتونه 666 اسب و بخار قدرت تولید کنه و با یک بار شارژ میتونه حدود 300 کیلومتر رو طی کنه. گشتاور موتورهای الکتریکی این خودرو هم 2400 نیوتن متره. باتری ها در کف قرار گرفتند. البته قیمت این کامیون خیلی بالاست، بالای 200 هزار یورو قیمت داره و بیشتر و گرونتر از کامیون های دیزلیه. از کارشناسش که پرسیدم چرا یه راننده باید یه کامیون دیزلی رو که خب رنج بالایی رو میتونه طی کنه و زمان سوختگیریش هم کمتره و قیمت کمتری هم داره باید ول کنه و همچین کامیون رو بخره، گفت به خاطر اینکه قیمت سوخت براش یک سوم در میاد، یه سری معافیت‌های مالیاتی رو خواهد داشت، صدای کمتری تولید میکنه و خب آلودگی هم نداره. اینجا دارین طراحی جذاب کامیون های ولوو رو میبینین. به نظر من یکی از زیباترین طراحی ها رو کامیون های ولوو افهاش داره. تو ایران این کامیون ها خیلی پرطرفدارن، قبلا توسط شرکت سایپا دیزل تولید میشدن. گروه ولوو شامل ماک و رنوتراکس هم هست. قبلا ماک در ایران کاوه تولید میشد، ایران کاوه تبدیل شد به سایپا دیزل، بعد رنوتراکس و ولوو هم درش تولید میشد، ولی به دلیل تحریم ها ما چند سالی هستش که از این کامیون ها محروم هستیم. خب الان میریم بالا تا ببینیم داخل این کامیون جذاب چطوریه. میدونم که خیلی از راننده های ایرانی عاشق این کامیونن و این کامیون رو دوست دارن. طراحی جذابش، چه رنگ جذابی هم زدن به بدنه این خودرو. یه رنگ سبز خاصیه که نشون دهنده کامیون‌های الکتریکی ولوو هست و یه جورای شناسنامه کامیون‌های الکتریکی این شرکت محسوب میشه. الان میریم بالا ببینیم داخل کامیون چطوری هستش، با ما همراه باشید. خب داخل کامیون ولوو افهاش جدید شدم. البته این نسخه الکتریکیه. طراحی جذابی داره و من واقعا طراحیشو دوست دارم. میشه گفت با دوامترین و بهترین موادی رو که میشه ولوو استفاده کرده، طراحیش همچنان کمی سنتی هست. البته ولوو سعی کرده یه کمی مدرنش کنه با دوتا نمایشگر دیجیتال که یکی در پشت آمپر و یکی در این وسط قرار گرفته، ولی بقیهش همون طراحی جذاب سوئدیه که هم کاربردیه هم سخت جون و البته خیلی مینیمال. من وای میستم یه فیلم وایساده بگیرم. خب اینجا رو نگاه کنید، یه باکس اینجا گذاشتن و شکل باکسش هم با کامیونای دیگه فرق میکنه. اینجوری پرده‌ای میره بالا، یه جوری کرکره‌ای. اینجا یه باکس دیگه گذاشتن، این قسمت باز شما یه باکس دارید، بالا سر راننده یه باکس دیگه هست، اینجا یه باکس دیگه، اینجا هم یه باکس کرکره‌ای، اینجا هم یه باکس کرکره‌ای. صندلی کمک راننده هم خیلی راحته، مثل صندلی خود راننده که یه چرم خیلی خوب با یه فوم خوب توش استفاده کردن. بشینم اینجا و ببینم یخچال خودرو چطوریه. این یخچال خودروه سایزش نسبت به باقی یخچال های کامیون های دیگه ای که دیدم مثل مان، اسکانیا و حتی دایملر سایز بزرگتری رو داره. یک یخچال بزرگتر رو ما در این کامیون داریم. اینجا جای خواب هست، فوم خوبی رو استفاده کردن و به نظرم عمق خوبی هم داره. اینجا رو نگاه کنید، فیبر کربن کار کردن. اینجا پلاستیک سخته ولی خیلی پلاستیکش با کیفیته. اینجا
نرم جنس. اینجا یک زبری خاصی داره که باحالش کرده، کلی باکس اینجاها گذاشتن، این زیر گذاشتن، کلن سعی کردن خیلی این کامیون رو کاربردی طراحی کنن. نگاه کنید جایی که راننده میشینه چه سوالی رو داره، چه ارتفاعی رو داره، چه دیدی رو داره. دکمه ها هم جنس خوبی رو دارن، بوی خوبی هم داخل خود رو میاد و داخل کامیون میاد، برخلاف کامیون های چینی که تو بازار ایرانن. شاید اندازه همین کامیون راننده ایرانی پول میده، ولی یه کامیون بسیار بیکیفیت رو سوار میشه که بهترین هاشونم نسبت به این وضعیت خیلی 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 پایین تریو دارن. این کامیونی که میبینید کامیون FE ولوو هست، کامیونی که ولوو برای کارهای درون شهری توسعه داده، مثلا برای حمل زباله، برای خودروهای فرودگاهی، برای خودروهای آتش نشانی. یه خودروی برقی هست که با یک بار شارژ میتونه 200 کیلومتر پیمایش داشته باشه، قدرت به دو محور عقبش انتقال پیدا میکنه. بریم داخل خودرو رو ببینیم. داخلش خیلی صنعتی ساخته شده، قدرت موتورش زیاد نیست به نظرم، 306 هست بخار و گشتاورش هم 850 نیوتن متره. این یکی کامیون FM هست، کامیون الکتریکی FM ولوو. پیمایشش چیزی که اینجا نوشتن از کامیون های دیگه الکتریکی ولوو پیمایش بیشتری داره. این کامیون ولوو با یک بار شارژ میتونه 300 کیلومتر رو طی کنه، 490 کیلووات یا 666 اسب بخار قدرت و 2400 نیوتن متر گشتاور داره. کامیون های FM هم جزء پرطرفدارهای ولوو هستن، بوده این نسخه الکتریکیشه. بریم داخل این کامیون ببینیم داخلش چطوریه. داخل FE میخواییم بشیم، کامیونی که برای مصارف شهری و خدماتی ساخته شده. نگاه کنید خیلی داخلش شبیه اتوبوس‌های شهری ساختن. خب چون برای کار خدماتیه چندان لوکس نیست. داخلش هم که میشیم برخلاف سری FH و FM کیفیت چندان مناسبی نداره و قشنگ بوی پلاستیکش توی ذوق میزنه، ولی خب یه جوری ساختن که کاربردی باشه بیشتر تا لوکس. اما کنار غرفه ولوو یه کامیون گذاشتن که میشه گفت این کامیون آینده صنعت حمل و نقل جهانه. این کامیونی که میبینید آینده صنعت حمل و نقل جهانه، یک کامیون خودران برقی. خب از سال 2050 به بعد پیش بینی میکنن که با اومدن کامیون های خودران و همه گیر شدنشون شغل راننده کامیون به تاریخ بپیونده. البته تا اون سال باید هوش مصنوعی خیلی توسعه پیدا کنه، سیستم ارتباطی خیلی توسعه پیدا کنه، مشکل خودروهای برقی حل بشه. خودروهای برقی الان پیمایش کمی رو دارن و کامیون های برقی 500 کیلومتر و در بهترین نسخه ها 800 کیلومتر و البته زمان شارژشون هم یک ساعت حداقل طول میکشه. اگر این مشکلات حل بشه، با توجه به اینکه انرژی الکتریکی ارزونتر هست نسبت به سوخت دیزل، تقریبا یک سوم قیمت رو داره و همچنین حذف راننده، این کامیون میتونه برای شرکت ها صرفه اقتصادی بالایی داشته باشه. اینجا رو نگاه کنید، دوربین های مختلف، لیدار و رادار و سنسورهای صوتی اطراف خودرو رو اسکن خواهند کرد، کمک میکنن تا با توجه به هوش مصنوعی کامیون بتونه هدایت خودرو رو در دست بگیره. اینجا یک نمونه رو گذاشتن، از دور هم میشه این کامیون ها رو هدایت کرد.
آینده متعلق هستش به این کامیون ها، کامیون های خودران و الکتریکی که صنعت حمل و نقل رو کاملا تغییر خواهند داد.